بله. خدا نگهدار، خدا حافظ. خدا حافظ، کار داره، خدا حافظ. بابا بشین دو دقیقه، خدا حافظ. خسته نباشی. مرسی، ممنونم آقا. بفهم. آقا تو خود منجی اتوبان شده؟ بله آقا. چند وقته؟ تقریبا 6 سال این اتوبان. مرسی. به سلام. چون واقعا عمق فاجعه همطور که همه مرتبه هستن، راه بازه، راه باز نباشه که ماشین عبور نمی کنه. بابا اونا چی هن که گردن؟ اونا دکل مخابرات خبرها رو منتقل کنن. این پالایشگاست؟ کارخونه سیمانسازی. خیلی وقت ساختنش؟ 30 سالو که راحت هست. مگه یادت نیستش تو فیلم زندگی و دیگر هیچ؟ این همونه؟ آره همونه، فقط یکم پیشرفت کرده. این کارخونه سیمانه. چطور اونا تو زلزله خراب نشدن؟ سیمان محکمه، سیمان که تو زلزله خراب نمیشه. جاده خیلی عوض شده. من خودمم یه 2-3 سالی بود این طرف نیومده بودم. ببین نسبت به سال 65 چقدر عوض شده. چه اتوبان شده، خیلی هم تغییر کرده. اون تک درخته رو میتونی بگیری؟ آره. داریش تو تصویر؟ آره. میدونی که کیاروسمی عاشق تک درخته بوده. داریش کامه؟ آره. بذار من نگاهی بکنم. تو تا حالا این همه تک درخت تو این جاده دیده بودی؟ نه. قشنگ میشه اسمشو گذاشت تک درختای کیارستمی. اجازه میدی ازت یه دقیقه فیلم بگیرم؟ میخوام یه آدرس ازت بپرسم. تو فیلم بگو اینجاست. نه. چرا؟ مشکلش چیه؟ کوکر خب کجاست؟ کوکر میخوام برم. کوکر. منجیل رو رد کردیم. فکر میکنم بعد دیگه از اینجا دقیق تر بگردیم. چه ترافیکیه، چه خبره؟ نکنه کوه ریزش کرده. تو چیزی میبینی از اون وقت؟ نه مشخص نیست. وای نسا حرکت کن، حرکت کن. بله کوه ریزش کرده. سلام باشی حاج آقا. سلام. خوب هستی؟ میخوام برم روستای پشته. پشته؟ آره پشته. محل پشته. محله پشته. کوکرم میخوام برم اگه بدونین. شما این پول رد کردی، مرسی. یه بادم دراز اتوبان نرو. خب سمت چپ برو. حالا اشکال نره ازت فیلم بگیریم اینا رو بگی تو فیلم. چرا؟ اشکال داره؟ نه بگو من میگم. آره بده من. حاج آقا ما میخواییم بریم پشته. چجوری بریم؟ ببین الان شما از اینجا میرین این بازارچه رو رد میکنین. وقت رفتیم میرسی گنجه. خب؟ گنجه رد میکنین میرسی جوبن. از جوبن که رسیدی بگم میخوام برم محل پشته. بعد یه سوال دیگه بپرسم. شما کسی به نام عباس کیارستمی میشناسی؟ من بچه روزبارم، بچه اینجا هستم. اصلا عباس کیارستمی نمیشناسی؟ نه شنیدم ولی اونطوری شاهد باید نمیشناسی. احمدپور میشناسی؟ احمدپور، احمدپورا، خانواده احمدپور.
آخه من بچه اینجا هستم، بچه اونجا نیستم. آه بچه اونجا رو نمیدونی. دست شما در الان نسبت به زلزله ساخته شده قشنگ جوبن و اینا؟ بابا الان دیگه همه شده اروپا. همه شده اروپا. مرسی آج آقا، انشالله که تنت سالم باشه. خداحافظ شما. مطمئنی اینجا بود گنجه؟ تابلوشو که من دیدم. گفت گنجه رو رد میکنی بعد میرسی به جوبن. بریم سراغ اون موتوریه. اجازه میدی فیلم بگیرم ازت؟ راجع به آدرس فیلم بگیر. فیلم سواد اصلی. اجازه نمیدی ازت یه فیلم بگیریم یه آدرس به ما بگی؟ غیر مجاز نیستا. خدا حافظ. یه سوال، عباس کیارستمی رو میشناسی؟ بله. چه کار است؟ کارگردان. کارگردان بود. متوجه شدی فوت شد؟ بله. خسته نباشین، کوکر میخوام برم، کوکر نه؟ کوکر، روستای کوکر. کجا؟ کوکر، کوکر کوکر؟ کوکر، پوکر که بازیه. کوکر؟ کوکر محله؟ آره آره محله. عباس کیارستمی شما میشناسین؟ کیارستمی رو یه ذره برو جلوتر، اولین بار دیگه نه، دومین بار دیگه نرسیدی. این ور یه دونه لاستیک فروشی افرازه، اون کاملا باهاش دوسته. کاملا باهاش دوسته. آره. مرسی. اینا لاستیک فروشی افرازه. تو بشین من برم بپرسم ببینم واقعا دوست دیده باهاش یا نه. باش. من لاستیک و اینا نمیخوام، اینجا لاستیک فروشی افراز دیگه. درسته. شما دوست آقای کیارستمی هستین؟ دوستشون که خب ما یه گروهی هستیم که توی رستم آباد کارهای فرهنگی و اینا انجام میدن. درسته. آقای فریدی هستن که جزء اعضای اصلی هستن، آقای حیدری هستن که جزء سینما و فرهنگی های رودبارن، و ما تصمیم گرفتیم که چون به پاس زحمتی که آقای کیارستمی برای شهر رستم آباد کشیده. درسته. چون تقریبا اسم رستم آباد با فیلمایی که واسه رستم آباد درست کرد جهانی کرد، یه دونه خانه دوست کجاست، زیر درختان زیتون، به پاس این یه یادبودی براش گرفتیم توی براش یادبود گرفتیم برای آبا. یاد بود که یه شمعی روشن کردیم، گفتیم یه حرکت فرهنگی کوچیک توی رستم آباد انجام بدیم. چقدر. به پاس زحمتی که کشیده بود برای رستم آباد اون سالهای زمان زلزله توی مرکز اصلی شهر رستم آباد که تو گروهش هم هست، عکساش هست. درسته. توی روزنامه های گیلان هم چاپ شده، خیلی جالب بود این حرکت. جمع شدیم با یه سری از دوستا، فکر نمیگردیم استقبالی بشه ولی حدود 100 نفر جمع شدن، شمع روشن کردن، عکسشون دست گل آوردن براشون، شمع روشن کردن، یه آهنگی گذاشتن، یه آهنگ قدیمی گذاشتن. پس اون رستم آباد همه میشناسن که یاروستمی ها؟ اکثرا قدیمی ها که 100% میشناسن، زمان زلزله موجودن اینجا اومدن فیلم درست کردن، قدیمی ها میشناسن. بعد ما میخواییم بریم کوکر، تو کوکر الان اصلا چه خبره؟ کوکر رو آقای جواد اینا چون از قدیمی هستن بیشتر در جریان، چون زمان زلزله سال 69 اونجا که فیلم درست کرده بود، حالا ما سنمون خیلی قد نمیده، چون موقع 4 سال 5 سال داشتیم، ولی آقای جواد اینا کامل در جریان هستن. رستم آباد چندین روستا داره، یکی از روستای ما شمامه که به نام کوکر معروفه. شمام؟ بله. اینجا فیلم اونجا ساختن و از کلیه اون هنرپیشه‌هایی که بازی میکردن اکثرا نقش اصلی رو داشتن بومی اینجا بودن. احمدپور الان نیستش؟ احمدپور اتفاقا من دبیرم دانش آموز من بود. جدی؟ آره، چون اونجا بازی کرد. شما الان بریم تو همین شما میتونیم پیداش کنیم. بله دقیقا میتونیم بپرسیم بازیگر زیر درختان زیتون اون حسین آقا رو چی؟ اونم هستش؟ نه که شما بخواین اونجا بله بپرسین، از اهالی شما بپرسین، میتونیم که دقیقاً با اونا هم مصاحبه داشتیم. معلم خانه دوست کجا؟ آقای دفاعیه. آقای دفاعی هستش؟ اون رشت ساکنه. اونا رشت ساکنه. آه رفتن رشت. معلم هم هستش. یعنی هم شغلش معلم و هم تو اون فیلم هم مثلا این بازش هست شده رشت هم دیگه. خیلی محبت کردیم. مرسی. خداحافظ شما. پرزون شما. خداحافظ شما. خداحافظ.
خب از اینجا باید بریم پشته، مثل که بخش عمده فیلمبرداری خانه دوست کجاست تو پشته بوده. دانشگاه، اینجا دانشگاه است. خسته نباشین، من کوکر میخوام برم. ما داریم راجع به آقای کیارستمی یه فیلم میسازیم. میشه قربونش آقا همینجا فیلم بازیگر منم موقع فیلم بازیگر مثلا تو فیلم بودم. میشه من بگیرم ازتون؟ یه بار دیگه بگین این جمله رو. کیارستمی رو میشناسین شما؟ کیارستمی اون موقع قبل از زلزله رودبار روزاواد خب یه فیلم بازی میکرد. ما مثلا کلاس سوم چهارم بودیم. شما تو کدوم فیلم بازی کردین؟ همون فیلم بازی میکردیم. خانه دوست کجاست؟ خانه دوست کجاست؟ آره خبر دارین 8 روزه که فوت شدن؟ آره دیدم تلویزیون اعلام کرد. درسته. آره. مرسی. بچه‌ها اینجا این محل مثلا تو فیلم بازی کردن. خانم‌ها، آقایون، بچه‌ها خیلی فیلم بازی کردن. شما پس بودین تو فیلم؟ ما کوچیک بودیم آره. درسته. 9 سال 10 ساله بودیم. ببین می‌خوای بریم محل کوگر؟ بله. یه محلی هست به نام نورآباد. درسته. چند تا اون خانمایی که تو اون فیلم بازی کردن اونجا هستن. تو نورآباد هستن. آره تو نورآباد هم اونجا. دست شما درد نکنه. خداحافظ شما. کوکر میخوام برم. کوکر؟ بازار. به سمت پایین یعنی؟ کوکر میخوام برم جای تفریحی مگه نیست؟ کوکر خراب شده؟ تخریب شده. ولی باید برم پایین آره؟ اوکی. پشته چی؟ پشته هم تخریب شده؟ بعد مردم جان؟ آره فیلمو دیدین شما؟ تو فیلم بودین؟ نبودین؟ میخوایم بریم آقای کیارستمی رو میشناسین؟ خبر دارین 8 روزه فوت شده؟ آره میخوایم بریم جایی که آقای کیارستمی فیلم ساخته. بازار پل هست که مسجد هست. اشکال نره که دارم فیلمم میگیرم. نه خب بری سر پل یه کارخانه برنجکوبی از همونجا بری سمت چپ میره بالا. درسته. یه چشمه آبی هست که درخت کوچیک بود اونجا بالا بود. درسته. اونجا رو کار دارم. کجا باید برم؟ برو تاکسی تلفنی طاهر پایین خانم اونجا از پروانه. آقای پروانه. آره اونو برداری اون تو فیلم بازی کرده. تو فیلم بازی کرده؟ آره. تاکسی تلفنی طاهر؟ آره. موبایلم اونجاست. مگر نبش زنگ می‌زدم. نه میریم میگیم که شما آقای پروانه. من خورسندی هستم. آقای خورسندی گفتش که شما بهمون کمک کنی. آره. بعد ما رو میبره اونجایی که اون تک درخته بود. تپه هست آره. هستش تپه. تپه هست آره. اون درخت هم هست. دست شما درد نکنه. خداحافظ شما. رفتم تو گل. ممنونم. خداحافظ. سلام علیکم. شناختیش؟ خیلی آشنا بود. تو زندگی و دیگر هیچ و خانه دوست کجاست بازی کرده؟ کات بده؟ کمرم دارم. سلام. چه کردیم؟ خواهش سلام. احوال شما؟ ممنون. خوب بزرگ شدی تو هم؟ بار آدم بزرگ میشه دیگه. چی؟ بار آدم بزرگ میشه دیگه. چقدر بزرگ شدی؟ خیلی بزرگ شدی. خب بار آدم بزرگ میشه دیگه. واکمن اونا آقای کیارستمی یه واکمن همیشه دستش بود. درسته. یه نوار مینداخت توش بدون هیچ تنهایی با اون بازیگرش از قبل میرفت باهاش صحبت میکرد همه رو ضبط میکرد بعد میرفت شب گوش میکرد همونا رو یادداشت میکرد تا ساعت 2 این شب 3 این شب با خط تنبیه معلوم بود از دفترچه‌اش که همش خط خطیه اینقدر بیخواب با تو بیخوابی نوشته بود. چند ساله الان دقیقاً آقای کیارستمی رو ندیدی؟ کیارستمی دیگه من سال 88 باری که دیدی که 88 87 بود اومدن اینجا با یکی از دوستاش آمریکایی بود نمیدونم کجایی بود اومدن اینجا رو ببینن بعد من جلوی خونمون عوض شده بود نمای خونمو عوض شده بود نشناخته بود گفته خونه پروانه فلان کجاست یعنی اومد دنبالت قشنگ می‌خواست ببینه دیگه می‌خواست چون بابک احمد اینوری می‌رفتی حالا بزن اینوری برو آره برم راه داره به اون پشت فی
فیلمای آقای کیارستمی تو ماشین بیشتر من اونجا درسته به خصوص این سگانه فکر کنم درسته. از اونجایی که آقای کیارستمی همش دائم برای پیدا کردن لوکیشن و سوژه میگشتن تو با ماشین بودن در سفر بودن اون تو ماشین ها یک حالت جای امنی برای خودشون میدونستن که این فیلماشون هم تقریبا تو اون حس هوای زندگی خودش قرار گرفته من را فکر میدم زنده میمونه من هم گفتم حالا بعد میرم پلوش یه سری میزنم سر این آره. جریان بیماریش آره از بیماریش هم گفتم خوب میشه دیگه چیزی نیست که سر حال عکس و فیلمش تلفن میزدم فکر نمیکردیم که مثلا یهو مثلا اکثر آدم ها یهو ناخودآگاه میمیرن کل موجودات کل دنیا همینطوری هم ولی من دیگه گفتم حالا امسال حالا میرفتم تهران گفتم حالا برم سر اون خونهشون چیزه رو سر بزنم گفتم ولش کن حالا دفعه بعد میرم دفعه بعد دیدیم آقای مرد اگه یه روزی مثلا آقای کیارستمی سوارت میکرد میآوردت این بالا میگفت من مگه میشه منو خاک بکنی منو بکشی چیکار میکردی مثل طعم گیلاس اگه مشکل قانونی نداشت میکرد این کارو میکردی؟ واقعا خواسته دیگه اصلا یک نیتی داشته دیگه حالا اولین جایی که میبینی تو فیلم بوده کجاست مثلا؟ میدونی سمان یه سگه داره از اونجا میاد اون پشت این درختای زیتون بعد دوباره از این بالا به من بگو اونجایی که کمپشون بود تو زیر درختان زیتون اونجا کجاست؟ پشت اونجا فقط مثلا چادرها چون امن بوده رفته بودم اونجا زده بودم وگرنه اونجا فیلم برداری خاصی هم نکرد این یعنی الان کل محدوده کیارستمیه نه؟ کوکر سگانه کوکر هم اسمش بوده سگانه کوکر این دره که ما داریم می‌بینیم چقدر توی زندگی کیارستمی تاثیر داشته؟ تو زندگی من نمی‌دونم ولی تو فیلماش که اونو مثلا چی بگم حالا یه خورده مثلا بعد از اون فیلمایی که قبل از انقلاب درست کرده بود و همون خانه دوست کجاست فیلمی بود که دیگه همه می‌دونن دیگه مشهورش کرد درسته. مشهور که بود بیشتر مثلا بین المللیش کرد آره شاید همینجا تاثیر داشته باشه چون بعد بیشتر اون علاقه داشت من اونجوری که فکر می‌کنم یه مثلا طبیعت خاصی رو علاقه داشت که مثل زیت درخت زیتون باشه فکر کنم زیاد رفت آمد به ایتالیا داشته همین الان هم اگه کیارستمی زنده بود من می‌مدم باهاش فیلم بازی می‌کردم اگه قراردادم نمی‌بست می‌رفتم باهاش دو ماه می‌رفتم اینجوری برای اینکه باهاش باشم اینجوری حالا اونم اونجوری نیستن که مثلا بگن که اینجوری مفته بیاد یا میگه که یارو خرج داره زندگی داره نمی‌تونه علاف بشه که آخه کیارستمی همیشه منو میشناخت چون من اگه بودم فکر کنم یادم میرفت حالا اینجا میگن کمر درد میکنه مثلا داستان شده بود برای ما یه مدت میگفت برای چی کمر گفتم شما اگه فیلمو دیده باشی میفهمی چرا بچه اولش اینو درسشو بخونه کودکان کاره این صحبت کودکان کاره صحبت این نیست که من همینجوری کمر درد گرفتم میگه میشه مگه من همیشه جای سوالو بعد فهمیدم اینا میخواست یک منطقه جغرافیایی خاصی رو فقط در نظر داشت نه اضافه نه والا ما رای دور اشتیام ما چرپه دور بران دارم شو؟ آره آبه هاش حتی زبون شناسی تو اون کتاب خانه دوست کجاست نوشته بود گفتی آره. گفتی دنبال یه نه جایی دوست. که گیلکی غلیظ باشه نه فارسی داشته باشه نه ترکی باشه نه چی اصلا زبون ما رو الان من صحبت کنم شما راحت میفهمید درسته نه تو فیلم هم آدم آره. میفهمه کاملا ولی خب باز واژهای گیلکی توش هست ولی با لهجه با ریتم سبکترش آرومترش مثلا پیچیدگی نداره به خاطر همین اینجا رو بعد یکی از دلایلی که مستقیما اومد توی کلاس مدرسه ما به خاطر اینکه همون زبان اینا رو که گفتم این استنباط خودم ها که دقیقاً مدرسه‌مون چسبیده بود جاده اصلی همین رشت خزوی بچه ها زنگ تفریح میمدن کنار خیابون وای میسادن جدی؟ آره ماشین ها رو میشموردیم به خاطر راه دیگه آقا این روحی چی شد؟ روحی خیلی جالب بود اون مرد مرد که؟ خیلی وقت الان 12 سال مرد پیره من اون موقع پیره من زهرا نوروزی اون پیره زنه کجاست؟ به من گفتن زنده است زهرا اسم همونی که تو زیر درختان زیتون پشت وانت نشسته بود نوروزی؟ بعد میگفت که چیز میگفت که ما رو همینجا پیاده کن پیرزن فکر کنم این پیرزن خیلی شکسته شده بعدی چیز هست حافظش مرتب هست زیاد... هست ولی الان چجوری میخوای باش رو یادش نمیاد من فکر کردم اینا اصلا جزو مدرسه هستن درسته مثلا عوامل مدرسه هستن من فیلم برداری گفتم حالا فیلمم دارن میگیرن مثلا رفتیم سر کلاس میگفتن داشت املا میگفت آقای پوراحمد
مثلا اون قسمت بوده طوفانی دوستا میگه آبران با الف مینویسه، اون واقعی بود، یکی اشتباه نوشته بود واقعا اتفاق. آره افتاده. آره املای واقعی گفت به ما، املای ما سر صحنه فیلم برداری داشتیم املا مینوشتیم، املا مینوشتیم، املای آبران یه درسی بود دوم ابتدایی اون موقع. اینجا همون زیگزاره که نابود شده، بعد که از این شیارای اینجوری کرتای موازی درست کردن دیگه اون دیده نمیشه. یعنی همین اون درخت رو، اون درخت رو میبینید اون بالا اصلا بزرگتره، این همون درخت است، این درخت، این درخت، این درخته اصلا بزرگتر. الان شما اگه از اون پشت برید یه جاده هستش، آثار اون میخ و اون شاخه باراگایی که اضافه کرده بودن یه خورده بزرگش کرده بودن، درسته، ما هنوز رو بعد اون زیگزاگه اینجاست یا اون طرفه، همین بره، همین بره، اصلا هیچ چیز دیگه ازش نمونده. چقدر این زیگزاگ الان مثلا مشخص نیست دیگه الان چی. آره چه جوری خراب شد، یه جلوتر میبره اصلا هیچی ازش پیدا نیست، چون اون راه نبوده، اونو با دست درست کرده بودن، درسته، هم موقع هم بقیل این مقوای چیز نگه داریم دقیقا دورمین اون موقع اینجا گذاشته بود، یه خود جلوتر، یه خود جلوتر، اینجا بود دقیقا، اینجا بود. آره اون درخته اینجا رو زیگزاگ میرفته بود، اون موقع این درخته اینقدر هم گنده نبودن که مثلا راحت تر اون برای میشد دید. آه راحت تر میشد، الان دیگه دیده نمیشه. اصلا زیگزاگه اینجا دو بعد چشمه داره، چشمه این چشمه رو لوله کشی کردن، این جدیدن اینجوری، یعنی الان یه سال دو سال آوردن آب مناطق بالا رو آوردن، چون آب شهر مردم نمیخورن، آب چشمه رو میبرن برای خوردن و چرسه. زیگزاگی بالا زیگزاگی دیگه نابود شد و اصلا توی اون زیگزاگه فقط همین درخته، یعنی تو اون زیگزاگه من هنوز موندم این همه درخت چجوری چیز شده. اولش توی خانه دوست کجاست چیز بود، یه دونه تپه خالی خالی بود که احمدپور می اومد بالا زیگزاگه، فقط اون ریله رو ایجاد کرده بودن، درسته؟ نه کلا اون چیز درخته همیشه بوده. بعد نه منظورم این وجود داشت، اینو که خب بابای چیز همین احمدپور به خصوص این جاده رو درست کرد، کسی دیگه پیدا نمیشه درست کرد، نقشه خوب ریختن بابای احمدپور درست کرد، راه اینجا نبوده، درسته، این درست کردن بخاطر اینکه مثلا یه چیز جالب، این همون از تراوشات زنهای کیارستانی بوده، کلا به راه‌های خاص علاقه خاصی داشته. بله تو همه فیلماش هم یه همچین راهی هست، یعنی تو بادمارا خواهد برد یه راه مارپیچه، توی بعد تو تک تعمی گلاس خیلی تو شبیه تعمی دقیقا شبیه اینجا دارد به قول آقای کیارستمی مردی یعنی کات، یعنی کات مردی یعنی کات، واقعا خدا یعنی به کیارستمی الان گفته کات دیگه بس داره. آره امثال اونم همینطوره، گزاران هر دیگه مورد نشون میده، محلی های اینجا کیارستمی رو جزو محلی خودشون حساب کرد. جدی فکر میکنم الان اونجا یه پارکی هست، چند روز پیش شورای شهر اسمش رو گذاشته پارک زنده یاد عباس کیارستمی. جدی میگی؟ یه خیابونی که الان ما اومدیم گفتن خیابون نورآباده، اسمشو عوض کردن گذاشتن پاپلوش هم هست؟ هر روز عوض نکردن، شورای شهر تصفیه کردن خیابون کیارستمی. حالا جالب اینه که خیابون کیارستمی، خیابون کیارستمی توی روستای کوکر، توی روستای کوکر اون پارک، یه پارکی بود مثلا محیط زیست درست کرده بود اونو، بعد داده به شهرداری، البته نیمه کار است، اون قبلا اسمش سرخ سنگام بوده، اسمش الان عوض کردن پارک آقای کیارستمی، پارک کیارستمی. اون تابلو داره؟ نه هیچ کدوم الان قام اگه می اومد اینجا مثلا یه دوربینی یکی یه مثلا یه خبرنگار خاصی هستن ربطی به کیارستمی نداره، گفت آ دیدی کیارستمی باز اومده خبرنگارا رو بگن همه کیارستمی الان ما رو ببینن فکر کنم مثلا دوباره کیارستمی اومد، میگن از همکارای آقای کیارستمی جدا گفتن، یعنی میگن. آره من فکر کنم شنیدم چی میدونم فیلم سگانه آقای کیارستمی همین بیشتر تو همین لوکیشن و همین خونه روستا انجام شد. احمدپورا رو گفتی کجان الان؟ احمدپورا الان
کوکرم. از عمد پورا خبر داری؟ عمد پورا کوکرم. الان دقیقا کوکرم؟ نه من اون دیالوگا را اصلا یادم حفظه. دیروز من داشتم همین فیلم زندگی دیگر هیچو نگاه میکردم. جدی همین دیروز؟ آره با گوشی داشتم نگاه میکردم، به یکی داشتم نشون میدادم. درست. مردم تازه فهمیدن که این فیلم کیه و کی بوده و کیارستمی کی بوده، تازه متوجه آره شدن. مردم چی میدونن؟ از دور میشناختنش، ولی درست بمونه. مثلا الان شما یک کارگردان مثلا سریال ساز و بیشتر ازن تو ایران آدم میشناسن مردم، تا یه مثلا فیلم هنری ساز. حتی آقای مثلا فرهادی رو کسی شاید نشناسه تو کشور. درست. مجسید مجیدی و اینا رو نمیشناسن. شما تو زلزله اتفاق براتون نیفتاد؟ نه، ما خونمون به قول دوستان آجوری بوده. آجوری بوده. خونه اینجوری آدم کش دیگه، خراب شد دیگه. بعد بعد از زلزله آقای کیارستمی اومد سراغتون رو بگیره ببینید. اتفاقا خوب است اینا. بله اتفاقا یکی از چیزایی که همه روز یادم نمیره، آقای کیارستمی با پسرش نمیدونم کدوم بود، بهمن اومدن فوری اومدن تو، ما چادر زده بودیم. درسته. چادر اومدن خیلی احوال ما رو پرسیدن، دلجویی کردن. مرسی. بعدش می نشستن، بعدش هم حدود چند وقتی هم نگذشت که اومدن یه فیلم همون زندگی و دیگری چه ساختن، شروع ساخت کردن. درسته. بعد برخوردشون خوب بود بعد از زلزله، خیلی کمک هم در واقع به کسایی که توی کمک که مثلا همین عاطفی از لحاظ روحی روانی. درسته. به همون بازیگرای خوری دوست کجا اونایی که میشناختن و بودن اونا رو مثلا باهاشون دلجویی کردن. درسته. برخوردشون خوب بود، یک آدم مهربونی. الان که خودش فوت شده چه سوالی داری واقعا؟ حساب خب به قول خود آقای کیارستمی زندگی ادامه داره. زندگی ادامه داره. اون مدرسه هم بریم الان. کجاست؟ بالاست یا پایینه؟ اون مدرسه همون پایین آژانس لب خیابون تو شهره. جدی؟ ولی زلزله شد اون تخریب شد و اون عوض کردن، یه شکل دیگه شد، اصلا دیگه شبیه اون. اصلا اون شکلی نیست. بیشتر لوکیشنش اینجا بود منظورم. زیر درختان. یادم نیست چی میگفت حالا. یعنی زیر درختان زیتون بیشترش اینجا گرفته شده. آره همین قسمتا. یه خونه دیگه هم اونور هست. حالا نمیدونم اونور چه خبره دیگه. تو زیر درختان زیتون نبودی خودت؟ نه؟ نه خیر من. ولی سر میزدی به کار؟ آره چون نزدیک بود میومدیم، سرکشی میکردیم. واقعا اومد فکر کنم یک باری دنبال ما، بابام نذاشت. میگفت که از درس مشق عقب میافتم اینا. دیگه حتما خب مناسب نبود برای اون فیلم دیگه. مشق شبم که دیدی دیگه. مشق شبم بله اون مشق شبم دیدم. پوکر رو میتونستن یه شرک سینمایی درست کنن. ولی کی این کار انجام؟ آره هیچ بها بهش نداده. من تو خانه دیروز کجاست؟ خونه‌های شبیه این هست، یه تیکر رو اونجا رو پارچه رو از روی تراس بالکن میندازه پایین. خب. اونجا ماسوله است. ماسوله است؟ آره جدی؟ اونجا ماسوله است. دقیقا همون یه بقعه اونجا هست، روبروش یه خونه هست اونجا. درسته. از این چیزا میگفن عروسک ها، عروسک میگفن. همونجا مثلا ما حدود یکی دو روز رفتیم برای فیلم برداری اون، یعنی از اینجا رفتیم ماسوله برای بله. یه دونه صحنه بله. ای که ادامه مثلا ازن... من آدرس اونجا گفتم، دبه شیر دستم بود. درست. دبه شیر دستم بود، اونجا ماسوله بود. ماسوله بود، بقیهش ماسوله. پاتو بذار رو پله. آفرین، بیا بالاتر. آفرین. شما میدونی خونه من رضا خونشون کجاست؟ در نکن. مرد صاحبش. آره؟ کی مرد؟ معلوم نیست این چند ساله. چند وقت؟ چند ساله؟ اون موقع تو فیلم جوان بود. آره اون آقا دوتا خانم بودن. آه دوتا خانم. آره یکی روی این ایوون بود، یکی روی این ایوون بود. یکی شما بود. درسته. بعد چیز چی میگن؟ 30 سال پیش پس اومدن اینجا این تیکر رو گرفتن. آره گفتن روبروی بوق هست. آره همینجا. خونه دوست کجاست؟ پسر بازی. خانه دوست کجاست؟ اون بچه میومد بعد اینجا میومدن شیر میبردن تو. آره.
دست شما درد نکنه. مرسی. اونجا رو هم بگیر. اینجا فکر کنم همون خونه هستش که گربه میو میکرد. تو خانه دوست کجا؟ نابود شده. آره دیگه خیلی هم بد مثلا اینجا خوابه. آره چون کاهگل بود. مرزن مزاده اینجا هم همون مسجدیه که در اون مسجد داشتن آدرس میپرسید. این آقایی بغل مسجد آدرس میپرسن از اون آقایی که مثل کیسه گچ روشونشه. یه ماشین رنویی هم جلوش وایساده. این همون مسجد هست که تخریب شده. خیلی محبت کردی. قربونه. خدا به شما. شاکرم. خدا نگهدار. مرسی. بفرمایید. من میام پایین. اینم هم مدرسه خانه دوست کجاسته که الان شده به مدرسه دخترانه شهید حمید حجت شما به شما. البته مدرسه خراب میشه. مدرسه خانه دوست کجاست؟ بعد این مدرسه رو از نو میزازن. چه خبره؟ این همه سرسوده چیه؟ وقتی که در ده دقیقه آدم دیر میکنه قرار نیست همه سرسوده کنی که قرار ما چی بود؟ بله؟ ساکت. پس کون ساکتش هستن تو؟ خدابخش دفاعی هستم، معلم فیلم سینمایی خانه دوست کجاست؟ ساخته ی عباس یکی رستمی. سالش 65 بود که در تیرماه همون سال آقای یکی رستمی به اتفاق آقای پور احمد سراغ ما آمدن. بعدش بعد 5-6 دقیقه تمام صحبت کردم ایشون ما رو انتخاب کردم برای فیلم سینمایی خانه دوست کجاست بازی بکنم. اول من اصرار کردم که آقای کیارستمی من بازی نمی کنم، زیاد علاقی به فیلم سینمایی ندارم. بعد پس از اصرار اینا گفت که آقای دفاعی ما روی کسی که انگشت گذاشتیم نشد داری که از دست ما رد بشه. دیدم اینا مهمون هستم اومدن خلاصه من جواب رد بهشون نکردم و باهاشون همکاری کردم و در این فیلم بازی کردم. من سعی کردم که معلم مهربانی باشه ولی به جاش ولی اگه برعکس باشه. خانه دوست کجا سیدیم خودتون بودین یا تبدیل شده بودین به اون؟ خودم بودم. خودتون بودین پس جدی بودین؟ بله. موقعی که داشتیم فیلم بازی میکردیم اون بعد از خشن شدن معلم عصبانی شدن معلم اون برقه پاره کردن قبل از اینکه بچه گری گفته گفت آقای دفاعی هر موقع صدای گریه را شنیدی بقیه کارت ادامه بده. خدایا من گریه از کجاست؟ کی باید گریه بشه؟ ببین جای واقعا افسوسه. کی باید گریه بشه؟ من گریه عروسه که گریه بچه ما اینجا کسی دشمنی نداریم. یهو دیدم که به صدا اینها جا به جایی آقای پور احمد و من و آقای کیارستمی به صورت ساختگی گریه آوردن بچه. گفت آقای دفاعی بقیه کارتا شروع کن. آفرین. آخرین باری که آقای کیارستمی رو دیدین کی بود؟ اون 6 سال قبل. چطوری بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ آقای کیارستمی استان گیلان اومده بود، داشت اومده بود و من پس از اینکه تماس گرفت اینا گفت که آقای دفاعی قراری که روزی قبلش قراری که من فردا بیام برای رشت که به سلام تو مجتمع خاتم الانبیا اونجا مثل اینکه صحبتی داریم. من رفتم مجتمع خاتم الانبیا به حالشون یعنی کردن. با هم تو این سالا در ارتباط بودین؟ آره بله تلفنی در ارتباط بود. در ارتباط بودین. بعد از روزی بگین که خبر مرگ عباس کیارستمی رو شنیدی؟ آقای کیارستمی که خبر مرگش رو از رسانه
ملی شنیدیم. دقیقا همون روز شنیدیم؟ یا بله مثلا گذشته بود؟ بله نه، وقتی که فوت کردن چه وسیله تلگرام و چه وسیله رسانه ملی فوری خبرشون به اطلاع ما رسید. من واقعا خیلی جدا ناراحت شدم، انگار که یه دوستی واقعا دوست بود، همونطوری که در فیلم خانه دوست کجاست بازی کردن، ایشون واقعا دوست بودن که من واقعا احساس ناراحتی کردم وقتی فوتشون خبر فوتشون رو شنیدم. درسته، پس شنیدین موقعی که فیلم سینمای خانه دوست کجاست سینمای رشت آورده بود. بعد ما رفتیم به اصطلاح فیلم رو ببینیم از سینما. بعد اون باجه بلفروشی، ما خودمون به باجه بلفروشی که معرفی کردیم گفت آقای معلم بفرمایید، دقیقاً شناختم شما را، بفرمایید داخل. خلاصه ما رفتیم داخل، اینا دیدم یه آقایی در کنارش وایساده، خیلی شروع میکنه با من صحبت کردن. گفتم که بفرمایید. گفت که یه سوال دارم. گفتم بفرمایید سوال شما چیه؟ گفت که آقا من میخوام دوره کارگردانی را ببینم، چطور میشه که دانش آموز سه بار در را میبنده در بسته نمیشه، ولی شما یک بار در را میبندی در بسته میشه؟ گفتم که همینجوری بوده دیگه، اول بسته همین صورت رو کردم. گفتم که خب آقا ببخشید، من میخوام دوره کارگردانی ببینم، میخوام چیزهایی از شما یاد بگیرم. گفتم عزیز من اون موقعی که دانش آموز در را میبنده در قراضه بود در باز میشه، ولی موقعی که من در را میبندم پشت در یه نفر وایستاده بود، یک نفری وایستاده بود که اون در را نگه میداشت، دیگه تصویرش هم توی دورمی نمیفتم. شما توی فیلم زیر درختان زیتون هم بودین درسته؟ مدتش کمتر بود. آره اول فیلم، شروع فیلم با شما بود. چی شد که تو زیر درختان زیتون هم اومدین؟ آقا یکی رسمی بازم خلاصه یه دیالوگی به ما دادن، گفتن آقای دفاعی شما اینجا با ما همکاری کردین، اینجا هم به حال موتلش کمتره، اینجا هم با ما همکاری کنیم. گفتیم باش آقای کیارستم، تازه ما با همدیگه دوست شده. درسته، اشکالی نداره. بعد آخرین باری که رفتید محله کوکر رو پشت و مدرسه خانه دوست کجاست کی بوده؟ چون ما در رشت ساکن هستیم تقریبا کمتر با اون مسیر میرم رفت آمد میکنم، ولی خب بازم میشه گفت چون محل خودم بوده هر دو هفته یا سه هفته یه بار یه سری میزنم اون مسیرها. بعد همیشه یاد اون خاطرات میفتیم؟ یاد خاطرات میفتیم بله. درست، یاداوریش خوشحال کننده است یا غم انگیزه؟ یاداوریش در نبود آقای کیارستمی غم انگیزه، ولی از این که اسمی از اون منطقه بیرون آورده و به جهان فهمونده که با این افراد ما میتونیم فیلمی بسازیم که در سینما نابغه باشه، در فیلم سازی نابغه باشه، این یک افتخاری برای ما، احساس خوشحالی میکنه. من قرار بود بیام تهران ولی شب اومدیم، یه روز تعطیل هم برخورد کردیم. حالا چه تعطیلی بود دقیقا؟ همون تایمی بود که جاده چالوس کلا بسته شد. دوستون تعطیلی بود. درسته، اومدیم به صدا ماشین نشستیم، ماشین اومد تو راه خراب شد، سه ساعت تمام ما اونجا موندیم و از اون دیدیم اگر ما بیایم اونجا دیر موقع هست دیگه، برگشت کردیم اومدیم که رفتیم تو به صدا مراسمش رو خاتمه دیگه شرکت کردیم. حتی من گفتم اینجا براش مراسم هم گرفتن؟ بله، تمام سینماهای ایران براش مراسم گرفتن، تو مجتمع خاتمه دیگه مراسم گرفتن. یه دکلمه من سرودم به نام سوز دل، به یاد تک درخت، تک درخت خانه دوست، تک درخت ها حکایت دارند، اگر در معرض خورشید قرار بگیرند چون آفتاب بهشون تابیده بهترین میوه را میدهند، اگر بخواهیم از سایهشون استفاده بکنیم چشم هر گذری را به خود، چشم هر بیننده را به خودش نظاره میکنه. آقای کیارستمی هم در سینمای جهان تک بود، همچون تک درخت خانه دوست، که ما فیلم سازان، ما هنرمندان از تفکر ایشان برای فیلم سازی استفاده میکنیم. همین کوچه رو گفت نه؟ آره همینجا رو بهمون نشون داد. زهرا نوروزی، دوست دارم ببینم چقدر پیر شده، ببینم مثلا یادش هست یادش نیست. مثلا همون موقعش هم سنش بالا، همون موقع فکر کنم مثلا حدود 60-65، یعنی الان شاید مثلا باید حدود مثلا 90 سالش باشه. آره قطعا همینطوره. اینجا یه نفر رو اگه بتونیم پیدا کنیم. آره اگه یه نفر رو پیدا کنم.
سلام. سلام علیکم حاج خانم. سلام. حال شما چطوره؟ سلام. خوب هستین شما؟ سلام علیکم. خوبین شما؟ اشکال نداره من فیلم بگیرم از شما؟ اشکال نداره؟ شما آقای کیارستمی رو میشناسین؟ بله. کی بود؟ پدر ما بود. شما چند سال پیش؟ شما خوب هستین؟ شما دخترشون هستین؟ نه عروسشون هستین. خوب هستین حاج خانم؟ خیلی خوشحالم میبینم اتون. مرسی محبت داری، همینجا کافیه. ما کل اومدیم راجع به آقای کیارستمی یه فیلم بسازیم. اومدیم ببینیم، شما میدونین که ایشون فوت شدن 8 روز پیش؟ آره میدونم، خدا رحمتش بکنه. آدم خوبی بود؟ مرد خوبی. شما راضی بودین باهاش کار کرده بودین؟ شما ماشاءالله خوشگل‌تر شدی نسبت به اون موقع، خوش‌تیپ‌تر شدی. خوشگل بودم، خوشگل‌تر شدم. خوشگل‌تر هم شدی. قربانش میم، محبت داریم شما. ناراحت شدین آقای کیارستمی فوت شد؟ خب بچه مدک برا رفتیم رفق شدیم، نمک خودیم برادر شدیم. تو فیلم یادم شما چند، یادتونه چند سال پیش بود فیلمه؟ الان دمگه این بیچه پاسم هزا من گرفتاری بکشیم. 30 سال پیش بود فکر کنم. 30 سال میه روز. نه همین دوران 20-30 سال پیش. سال 72 بود. چی میه که برمون؟ چی میه؟ سینی آره 23 سال پیشه که شما پشت وانت سوار شدین، آقای محمدعلی کشاورز روبروتون نشست. گذشت دیگه. مرد خوبی بود، خدا رحمتش. خدا رحمتش. خاطره خوبی داشتین ازش؟ باشه یک بابری بود. بله هر کسیم آدمی مثلا یه دونه شوقی نفر بکتردی نهتون گوشش می جا خوبی. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خوبین شما؟ شما نبودین تو فیلم آقای کیارستمی؟ شما هم بودین تو فیلم؟ تو کدوم فیلم؟ نمیدونم کدوم فیلمه. همونی که پشت وانت با خانم نوروزی آره. بودین؟ آره. شما هم بودین؟ آره. شما کدوم بودین؟ گلبهار امیدی. گلبهار امیدی. کنار حاج خانم نشستین یا کنار آقای کشاورز؟ نه خیر، با هم بودین. با هم کنارم. شما تو فیلم گفتین تالشی، واقعا تالشی هستین؟ عروسی ما دختری اون. دختر شما هست. شما تو فیلم نبودین نه؟ تو فیلم گفتین بچه تالشین، اهل تالشین، جدی گفتین؟ بله آره آره بله بله. بعد گفتین خونه نداریم الان، همین پشت زندگی می‌کنیم. واقعا همون زندگی آره زلزله زده بود، خونه نداشتیم دیگه، همون زیر چادر نشسته بودیم. چادر نشستیم ما، این زمین مال ما بود، همه چادر نشستیم. درست. چی شد آقای کیارستمی شما رو بهتون گفت بیاین تو فیلم ما بازی بکنین؟ بله اومد اینجا گفت که ما می‌خوام فیلم بگیریم، شما بیاین با من. ما هم رفتیم. درسته. چرا رفتیم تو فیلمش بازی کردین؟ دلیلش چی بود؟ گفت که یعنی بیایم بازی کنیم، فیلم بازی کنیم. ما هم دوست داشتیم که فیلم ما رو پخش کنن دیگه. تو زمان بعد زلزله، تو زمان زلزله هم اومد اینجا، درسته؟ آره. بله بله. آره چند مرتبه هم اومد. شما هم شنیدین که فوت شدن 8 روز پیش؟ بله. آقا کیارستمی؟ آقا کیارستمی؟ نه نشنیدم من. نشیده بودین؟ نه من اطلاع نداشتم. آره دیگه ایشون 8 روز پیش فوت شد. خدا رحمت کنه. تو خدا خیلی مرد خوبی بود. واقعا. ما شگفتی بابا اینطور نمیدونم. اومد اینجا با فیلم میگیره، خدایی به جای پدر ما بود، خیلی مرد خوبی بود. اصلا آدمی بد بوده اما با اون قدم نمیدونم. اگر آدمی بد بود باش یه قدم هم بر نمیدونم. نه خیلی آقای ما الان نزدیک 2-3 سال چشمای از دست داده، تو خونه نشسته. ای جان بر خدا شفاشون بده ایشالا. میگه که الان آقا رو بیار من ببینم. گفتن من داره همون آقا هست، آقای کیارستمی. درسته درسته. بیار اینجا من ببینمش. جدی میشه ببینی؟ تو فیلم بوده؟ نه تو فیلم نبود. بریم من همین که شما رو دیدم خیلی خوشحال شدم. بریم پیش آقایشون. خدافظ شما. خدا محبت داری. خدافظ شما. مرسی. خدافظ شما. خدافظ. حالا یالا ببخشید بی موقعم. خواهش میکنم. ما همینجا راحتیم. حال شما خوبه؟ بیا بریم با بزرگ بیا. حاج آقا اول از زلزله واسه ما بگو. من اون سکته بودم، حال ندارم. اون سکته کرده داداشی نمیدونم. بگم درست. خیلی نداره. فقط یه سوال دیگه، شما آقای عباس کیارستمی رو میشناسین؟ آره خدا رو بگم آره. خدا رحمت کن. به متوجه ای بی گریه نکن حاج آقا، جاش امنه. خیلی مرد خوبی بود خدایی، خیلی. از آقای بود. حاج آقا چه خاطره ای داری از آقای کیارستمی که چی شد؟ چرا گریت گرفت؟ به خاطر خاطره خاصی داری ازش؟ بعد بازار بود، مرد خوب بود. یادت چند سال پیش اومد اینجا؟ آره، اول زلزله بود دیگه؟ زلزله بود.
بعدی یه ما زلزله گذشته بود. آره یک ما زلزله گذشته بود آقای که آرستمی اومد اینجا گفت شما بیاییم با من فیل بازی کنیم. ما رفتیم بجور محل میگیم کوکور. رفتیم اونجا. رفتیم اونجا فیلم گرفتیم. رفتیم سر کو. نان درست کردیم. اومد اینجا گفت که شما خمیر بگیریم. ما خمیر گرفتیم. نان درست کردیم. درسته. اونجا تو تنورم هست اینجا نان تونتون بخور. بذارم من خوری برداری رو کنم. یه چیزی که مثل کیف بود. درسته. کل کیفی. درسته. خیلی دی اینقدی. نه. گفت اینه شما بدارین یادگاری. نه. جدی یادگاری؟ بیانن شما رو پول ادم. بعد اینه هر وقتی اومدم اینجا این کیف بیارین که من بدونم که من این کیف به شما دادم به شما پول بدم. جدی؟ هر وقتی میامد به من پول میداد. خدایی میام به من پول میداد. دستتون درد نکنه. ماست محلی آره؟ آره دوغ محلی. دوغ محلیه. بله. زبی بوله از این برگوی قاشق بگیدید. دست شما در... نمیخواد. داداشی تر خدا باید همه رو بخورید. همه جا باش دختر من. همش میگفت دختر من. خدا اینجوری با ما حرف خدا رحمتش کنه. خیلی زهرا جون خدا حافظ. بابا ممنون باشه. خدا حافظ شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ شما. خدا حافظ. این جلویه. اون یکی اشتباه زدم. سلام علیکم. خوب هستی؟ آقای احمدپور؟ کجا منزل آقای احمدپور؟ آقای عبدالله احمدپور. این کوچه نه بعدی؟ بگه اومد دور اینا. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خوب هستی؟ آقای احمدپور؟ آقای عبدالله احمدپور خوب هستی؟ ببینم. اینو میشناسی؟ آره بابا میشناسم. پسر عبدالله هستی. شما هم روزی که آقای کیاروسلامی فوت شد متوجه شدین 8 روز پیش؟ بله گفتم من آره. خب به من میگی که شما موقع زلزله کجا بودید؟ ما هم رسیم موقع زلزله شب زلزله ما خود تهران تهران بودیم؟ آره. رفت بودیم مهمونی یا زندگی؟ رفت بودیم عروسی بعد برگشتی خونه بود چه وضعیتی بود؟ خونه من رو پایین بود کوکر من به کوکر بعد هم بچه هم همراه من خودم دختر بزرگم خدا رو شد همینجاست؟ همینجایی که دفعه نه آیا که بد نشان میدن این موقعی شد درست دیگه اومدیم از اونجا اومدیم بعد بفرمایید که آقای کیاروسلامی چجوری آقا بابک و آقا احمد رو انتخاب کرد؟ حالا میخوای آقا صحبت کنیم مثلا خلی مرد خوب، خلی مرد شریف تو خونه ما صد بار اومده نشسته خوابیدیم نهار درست کردیم همین بقیه این صحبت کنیم درست کردیم خورده نشیم مثل یه آقای کیارسی می برادر ما بود و ما هم خواهرش چقدر عالی شما هیچ کنون تو خودتون بازی نکردید نه فیلم نه؟ شما بازی کردید تو کدوم فیلم؟ او خونه دوست کجاست کدوم نقش بودی؟ مسئولی که دست دفت تو دستشه آها آها با تو ماسوله با محمد رضا پروانه آره آره بودم بیا داخل درسته بودم بیا تو من خواهر میدو چیک میپوشه از کم میگیری از من؟ عکس هم میگیریم ببر بعدم میبریم که اونجا خشم نه همه نگیرم نه همه نمیبینن سینماییه همه نمیبینن بچه نکنیم نه این نگیرم بچه ما نارد میشم بگر تو رفتی فیلم بازی نه هلا آقا رو جبیر من اتباقه هم دلش اتباقه بچه های من آقای کیارو بود هر چقدر سعی کرد من یه دونه قصد نداشتم چرا؟ دیم بیلت دور گفتم بگم به طرز فکرش نبود حالا خواهرش اینو سلام میکنی؟ زبده؟ بله رفت رودبال این زیر درفت دیدو اینا دستتون درز نکنه پوستر کار در خب بیارش یکم جلوتر که ببینیمش تو دوربین که خود آقا باباک هم ببینیم مرسی اینو میشناسی؟ این؟ ها؟ بله میشناسم کی؟ این هم آقا بابا آقای حسین رضایی که تو زیر مرد خدا خسخانم بفهم
من عقب راحت شما جلو با نه 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 شما بشین این جلو پس اون اینجا یکی یکی برای ما خوبه خوبی خوبه خوب بعدن همون که صادر زدی من شب اینجا موندم خوب موندم بسیله اینا اساسا رمزی چادر گذاشتم بعد اینا آبادی بود درسته صدا میزد تو رودخون پخش شد هزینه این و تو رودخون سرم پس یه نفر تو رودخونه بوده آقای کشاور صدا میزده بعد... اونم جواب میداده نه بعدم گفت صدای من تو رودخون پخش میشه آها اشکال نیست یعنی ما الان صدا بزنیم پخش میشه صدامون یا نه الان اون موقع جمعیت بود دیگه اونا صدا میزنن آخرش آها الان خب یعنی من صدا بزنم نمیپیچه نه کم میپیچه صدا بزنم بزن خب بعد 23 سال یکی دوباره اینجا صدا سلام پیچی دا صدا پیچی خدا حافظ سلام خدا حافظ بعدم بره گفت که همه توی شب اینجا نگهبانی میدی خب بودم بلده تنها نمیشه فلان خب با شما کار میکنم سواد میکرم این گفت که همه همه بود ساکت میکنم خب کشاورزم بود خب بابک اینا نبوده اینجا دواده اینا با مینیبوس دواردن جمعیت از مدرسه آوردن خب مثلا را آوردن اینجا بازی کردن این شد من همون موعده کمیز کردم حسابی میخوبیدم چادر زدن یه شب بارانم اومد جمعه را آمدن چادرها دقیقا همینجا بود آفر اینا اون شیرابه کجا بود اینجا بود شیرابه پایین بود آه اونجا بود سلام خوب شد سلام آقای قفاری بیدارم؟ بله رفتم بالا به دور بله آقای سمک باشی؟ آقای سمک باشی خیلی دیره خوب خوب سلام صبح بخیر خوبایی درسته که ظرفا رو میشستن آفره اون زنار از شیما ما بازم یه هفته یه اساسا رو جمع کردیم اونا اومدن که اینا درسته من بخاطر اونا نگهبانیم دادم گفتم اساسا سنگینیم میبرن میارن این صحبت ما این بود که اینا گفتن تو وایزم من اون گفتم شما تک تنها اینجا وایسادی از وسایل مراقبت کردی شب بودا شبا یه هفته اینجا نگهبانی داشتیم یاله شما ما هر کار داشتیم ما دست کردیم دست شما درد نکن زیتون هم متخصص آب زده اینجا الان زیر درختان زیتونی ما بعدا دور همون درخت ها هستن قبلا اینا کار کردن همون شهرداری کرج بود یه دورانی خب دیروز ما شنیدیم که این آقا زندانه بابت چه جرمی زندانه؟ اون که مواد مخدر بکنم بعد از اون فیلم یه دو سه سالی تو این منطقه بود بزر اما بچه رستم آباده خونش هم اگر مخواد دقیقا بودیم خونه پدرش کجاست روبرو آتش نشانی سوپرمارکت ره گذر آقای ایرج احمدی زاده اگر ازش بپرسین تو رستم آباد روبروی آتش نشانی آره دستون درد نکنه آقای کیا رستمی هم بره من خدا رفت آره 8 روز پیش فوت شدن نمیدیم آره خدا رحمت بکنه قربون شما میشناختیدش دم شما گرم کسی که اونو نشناسه دم شما گرم خدا رحمت بکنه خیلی محبت کردیم خواهش مخواهش خدا بسیم خدا بسیم شما دوست هستیم باش؟ من چند ساله که باش آژانس کار میکردم باش آژانس کار میکردم یه شایعه ما شنیدیم که بنده خدا زندانه و اینا شایعه دروغ بود؟ زندان یه مشکلاتی داشت ملازم حل شد؟ حل شد الان دقیقا کجا؟ الان دقیقا تو کرج یه دوستایی هست به نام زورآباد زورآباد من نرفتم اونجا ولی شنیدیم؟ درسته یک ماه پیش هم اینجا بود من جدیدم یک ماه پیش اینجا بود امکان داره دوباره بیاد یه سر اینجا رو بزنه؟ پدرش همین بغل خونه اونه پدرش؟ پدرش فوت شده پدرش فوت شده؟ از موقع میاد اینجا سر میزنه درسته
درسته. ممنون. این شو... چند تا شما رو گفتیم داره؟ شما رو داره ولی الان دو صدا شما رو باهاش الان صحبت میکنه. چند رزویش فیلمش رو نگاه کرده. جدی زیر درخت من زیتون رو. خودتون خبر داشته این آقای گیار و سمی فوچا؟ آره شنیدم. آره. دیده بودینش اینجا؟ آره زیادم. حسن جان خوبی؟ شما. حسن مهیره جان خوبی تو؟ در مورد فیلم سازی خواهد بکنه، فیلم سازی همان به مناسبت همان فیلم زیر درخت هم زیتون رو بازی بکدی همان خواهد دوباره ادامه بده. تانی صحبت بکنی، میتونی صحبت بکنی؟ آره. الو سلام آقای رضایی. حسین آقا ما کلی دنبالت گشتیم تو رستم‌آباد پیدات نکردیم. من میخواستم ببینمت. مرسی، محبت میکنیم. خدا حافظ شما. سلام علیکم. مخلص. خوبی شما؟ مرسی، خیلی ممنون. من حسین رضایی هستم، بازیگر نقش اول زیر درختان زیتون و زندگی و دیگر هیچ. کات ببخشید حسین آقا، یه بار دیگه اگه میشه بریم شرمنده. یه لحظه همونجا میستید، من اینو یه لحظه ببخشید. همونجا بشینید. ببخشید. پنج روز. پنج روز؟ یا پنج ماه؟ پنج روز. یعنی درست شب زلزله ها؟ نه، یک روز بعد از زلزله. خات. هر کرد. من حسین رضایی هستم، بازیگر نقش اول زیر درختان زیتون و زندگی و دیگر هیچ. آقای کیاروسه ما تو رستم‌آباد یه رستورانی بود، رستوران دورفک، اونجا کار میکردیم. ایشون برای نهار به صرف شام میومدن اونجا که با آقای سوا فیلمبردار اومدن اونجا که برای فیلم خانه دوست کجاست که اومدن نهار اینا یه گروه به حساب تقریبا 18 نفره بودن. ما هم به حساب پذیرایی میکردیم اینا رو. من برای من یه مقدر جایی بود، گفتیم بخدا اینا 18 نفر چجوری هست، همه با هم مدت 10-20 روزی میان و با هم میرن و با هم میان. سوال کردم یه نفر به اسم آقای هوشنگ ستارپور که مدیر تدارکات اینا بود، چی هستن؟ گفت آقای عباسی کیاروسه میگی از کارگردان های بزرگ ایران هم. این که کیاروسه میگی ایشون هم. که من همونجوری با اینا داشتم صحبت میکردم، یه لحظه فقط یادم بگه آقای سوا برگشت به آقای کیاروسه، برگشت گفت عباس منظور عباس کیاروسه می درست. عباس که با هم رفیق بودن خودمانی صدا می کرد. عباس برگشت که به ساب سوا رو نگاه کرد. سوا برگشت به عباس کیاروسه می گفت خودشه. همون روز باعث شد که اینا ما نبردن تو منجیل سر قبرستان. اونجا بعد از ظهر پنجشنبه بود. یه دو تا دوربین کاشتن، دوربین هم سپایش خیلی کوتاه، درست یاد منه اینقدر. از من دید گفت تو همچین کار انجام بده و من به ساب گفت و من انجام دادم. دوباره چی دیدم آقای کیاروسوی رفت پسند ماشینش، دیدم ولی یه بسته 5000 تومانی داد به من، گفتین پاداشت به حساب جایزت. کمی شد که 6-7 ماهی ما با آقای کیاروسمی در ارتباط. شما میدونین که تو دو تا فیلم بازی کردین که یکیش کاندید نخل طلای کن شد، یکیش برنده جایزه
بخش نوعی نگاه کن شد، یعنی دوتا فیلمی که خیلی معروف شد، خیلی جهانی شد، بعدش چه حسی داشتی؟ یعنی می اومدن به چی میگفتن؟ البته از تلویزیون ژاپن، فرانسه، نیویورک، خیلی از کشورها اومدن. اومدن باهاتون صحبت کردن. حتی تلویزیون ژاپن اومد، مترجمم داشت به من میگفت که شما تو ژاپن کشور به اون کوچیکی شما دزیده 800 هزاری همچین چیزی طرفدار دارین و شما چرا پای سر شما این همه حرفه؟ یکی میگه آقای حسین رضایی زندانه، یکی میگه نیستش، یکی میگه فلانه. تو محیط کوچیک این حرفا هست، درسته. چشم بینایی رشد کردن هم دیگر ندارن اینقدر که به حساب محیط کوچیک چرس کنم مردمش نسبت به هم دیگه حسادت داره، درسته. و همین از خود منم، حتی آقای کیارستمی یک بار اومده بود اینجا از من سراغ کرده بود که حساب حسینی میخوام کجاست؟ بهش گفته بودم حسین مرده. زنگ زد. گفت خودتی؟ گفتم آره. گفت بخشنامه اومده که شما مردی. شما مردی؟ گفتم نه، اگه فعلا زنده ایم. کی گفته بارد؟ گفت آره تو محلیاتون سوال کردم، گفتم مرده. آخرین باری که آقای کیارستمی رو دیدین کی بود و کجا؟ آقای کیارستمی آخرین بار تو سینمای بیمارستان بهمن بود. بیمارستان بهمن روزی هم بود که یه بار ازش آقای وزیر هم اونجا بود، اومده درست. بود یادت هست وزیر بهداشت. وزیر بهداشت ما یه موقع رسیدیم دیگه دیدم بله آقای وزیرم یواش داشت و محافظ و تو دم در خیلی شلوغ شلوغه که نمیذاشتن هر کی هم برد داخل، که بسا ما بودیم دیگه اونا اومدن. بعد از اون ما رفتیم یه رو بیستقیه میشش نشستیم و اومدیم. چی گفت شما رو دید؟ والا اونقدر چه ارز کنم حالش کیفیت نداشت که بساب صحبت کنه، درسته. دوباره بساب با من صحبت کنه. اصلا خود منم اینو دیدم واقعا خیلی چی بگم چه ارز کنم برام یه حالت بساب بدی بود که الان هم بساب برام باور نشده دیگه که بساب ایشون نیستن. شنیدم که مرد. خدا قسم فرقی با پدر من برای من نداشت. خیلی آدم دوست داشتنی، آدم واقعا هم فوق العاده، آدم خیر، آدم جرس کنم. الان خودتون چیکار میکنین دقیقا؟ من والا الان بود تقریبا 4 ساله که مشکل ریه دارم. واقعا هم تو خونه نشینم، اصلا هیچ نمیتونم اصلا برم. پیشنهاد بازی بهتون شده بعد از اون فیلم ها؟ پیشنهاد بازی یه دوتا بازی به صبح فیلم پویتا کار کردم و نمیدم چه شد پخش نکردن. یعنی این دقیقا کجاست؟ این جایی که کشاورز، یه جاست که کشاورز با بچه ها داره، بچه مدرسه یه داره صحبت میکنه. این اونجاست؟ این اونجاست که اینجا آقای کشاورز اینجا نشسته. خب دوباره به شما با بچه ها داره صحبت میکنه. اونجام که به صبح میرم خواهیم مورد نیست که نه بفهمید بفهمید. اینجا هم به حساب ایوان بود که یه ایوان ما یک سکویی داشت که آقای فرات خیرتمند، درسته، اینجا نشسته بود که اینجا هم پله بود، درسته. من میرفتم بالا با طاهر لادنیان، درسته. چیزایی که آقای کیارستمی میخواست از من انجام میدادم میومدم پایین، اینجا جوراب میپوشیدم. فهمیدم. دوباره چی؟ آقای فرات به من میگه که شما تازه ازدواج کردی؟ من میگم بله. میگه چند روزه؟ میگم 5 روزه. میگه چطور توی زلزله همه درگیر حساب، درسته، عزاداری شما. سلام آج آقا. سلام، حال شما چطوره؟ خوب هستی؟ سلام. حال شما خوبه؟ خسته نباشی. دوباره من میگه برمیگردم میگم بالا یه سینی چایی برمیدارم بین عوامل تقسیم میکنم، یه دونه میبرم بالا برای طاهر لادنیان، میرم پیش اون که میگم بیا زندگی یعنی این که میخوام بساب دلشو دست بیارم که بساب جواب منو بساب به من بله رو بگه. میگم زندگی یعنی این، یه روز یه دونه چایی شما پیش من میذاره، یه روز من یه دونه چایی پیش شما میذارم.
که بعد شما میای از اینجا حرکت میکنی پلاستیک مشکی و شماره از اون بالا میندازه. این ایوون الان یعنی کلن تخریب شده. آره که اینجا گلدان بود داشت گلدان داشت آب میداد یه تکی مثلا آب میریزه رو فرهاد. درسته فرهاد بالان نگاه میکنه من چی گفتی دقیقا بهش یاده؟ میگم بابا آب فوبک کن بابا آب فوبک کن آب فوبک کن؟ آره یعنی نریز مثلا نریز آب فوبک کن آب فوبک کن میگی فرهاد میگه نه و عیبی نداره این همه آوار ریخ روی سر مردم یه قطره آبم بریز یه قطره آبم ریخ روی سر ماشین عالیه. الان شما رو ایوون بودی که کاملا تخریب شده. آقای کشاورز، آقای یدالله نجفی خودمیارز، آقای جعفر پناهی اینجا بعد از اینجا پله هم که نابود شده میای پایین، یعنی قشنگ دارم تصویر سازی میکنم. بچه هم که همه این بالا نشستن پشت آقای کشاورز. بچه ها اینجا نشستن، بچه ها همه اینجا. آقای کشاورز اینجا نشسته. درست. اینجا نشسته، بچه ها همه دورش. درسته که اینجا نشسته. سوال میکنه بچه ها کی میتونه بگه کوکر کجاست؟ یکی برمیگرده بچه ها میگه، یکی میگه برمیگرده میگه رشت، یکی برمیگرده میگه قزوین، یکی برمیگرده میگه تهران. کوچیک بودن، همه ابتدایی بودن. درسته که بچه ها دوباره بین خودشون بس میشه. اون میگه به کشاورز میگه من گفتم، یکی میگه من گفتم. کشاورز برمیگرده میگه آه شما گفتی. درست شما گفتی. آقای کیارستمی چون که من قبل از به حساب فیلم یه همچین موردی داشتم تو با یه دختری. درست. حساب میخواستیم هم دیگر، اون من نمیخواست، من اونو میخواستم دوباره از دور شما. میخواستم تو ذهن من بود که زمانی هم که آقای کیارستمی میگفت من همیشه فکر میکردم که بسام برم خونه همون طرف که بساب جواب بلی رو خوب بگیرم، که بساب جواب و مصفت رو بگیرم. درسته. همیشه تو ذهن من فکر میکردم که چی بگم. دوباره آقای کیارستمی هم خدا بیامرز زمانی که بساب به میگفت دیگه من میرفتم اون خاطرات قبلی من. درسته. مرور میکردم. آره مرور میکردم که بساب چکار کنم چکار نکنم. اون خاطرات همیشه یادم بود. درسته. که میگفتم چی؟ اینو بیاده بونم. آقای کیارستمی میگفت اینا اون کار میکردم زمان تمرین که بساب میبرد بساب بعد از کار میرفتیم مثلا میگفت شما فردا این کارو باید انجام این کارو باید انجام چی کار میکنی؟ چی میگی؟ که من میگفتم تایید میکرد میگفت بهتره. خودت به اون دختره رسیدی یا نه؟ نه اینجا جایی که خانمی شیگو میاد اینجا نگر میداره که میاد طاهره رو اینجا بایی میسته پایین پلا صدا میکنه طاهره طاهره. مادر بزرگش از اون بالا صدا میکنه میگه طاهره نیست. خانمی شیگو صدا میکنه طاهره طاهره. ماهبانی صدا میکنه میگه طاهره نیست. میگه طاهره کجا رفته؟ میگه طاهره من نمیدونم کجا رفته. بعد چی میدونم کجا رفته؟ طاهره جاهله. گفته من میخوام برم لباس بگیرم. شیوا برمیگرده میگه ما قرار بود طاهره دنبال لباس نره. ما لباس آماده براش آوردیم. درسته. در همون بین بحث اینا پیرزنه برمیگرده میگه من آب میخوام. خانمی شیوا یه دبه آب رو بردار میبره بالا. اون پله ها همش اینجا بود خراب شده. یه پله یه اتاقک اون بالا بود. نه اون بالا نگاه کن. اتاقک اونجاست. اون بالا درشه. آره که میره لباس بپوشه طاهره. آره بساب میاد این بالا همین در این بست طاهره میرسه که خانمی شیوا آب رو برده کمکش میکنه میریزه تو تشت که درسته. ماهبانون خدا رحمتش کنه. خدا رحمت کنه. ظرفا رو بساب بشوره. کی فوت شد ماهبانو؟ تقریبا 7-8 سال میشه. 7-8 که من دو تا سطل رو برمیدارم میام میذارم پشت وانه. درسته. دوباره برمیگردم میام سر کار. آقای کشاورز طاهره که سوار از وانه پیاده میشه بره، کشاورز برمیگرده میگه حسین آقا به خاطر اینکه طاهره رفته منظورش این بود. آها اون صحنه آخر فیلم هم که شما پیاده میری دنبال طاهره. سطلا دنبال. آه اینجاست دقیقا. آره. آره یعنی همینجا در رو میری. یعنی از اینجا بفهم شما پایین بفهم شما پایین. یعنی از اینجا میگه حسین آقا جوونی برو دنبالش. نه حسین آقا بخواهی پیاده برو دیگه. درست. منظورش اینه من برم منظورش دنبال طاهره. منظورش اینه برو دنبالش. حالا یه سوال، طاهره رو بعد از اون فیلم دیدی اصلا؟ اگه دیدی کی دیدیش؟ آقا یک کشتی من طاهره رو
با آقای کیارستمی بعد از 6-7 ماه تو اون فیلم مستنده که ژان پیر لیموزین فرانسوی میاد با آقای کیارستمی میان خونه شما، شما بچه بغلت اونجا دیدی؟ آره، شره؟ آره آره. طاهره هم بود اونجا؟ آره درسته. بله بله طاهره هم بود. طاهره هم بود که دوباره رو شما بعد از اون دیگه طاهره رو ندیدم که هنوز هم گندوزه نیدم. هنوز هم گندوزه نیدم. مثل شما هم طاهره 3 دختر داره. ما هم میخواستیم تو فیلممون باشه که قبول نکرد باشه تو فیلممون. طاهره لادانی هم شوهرش چی بود؟ مشکل داره رو شوهرش؟ شوهر شاید شوهرش اجازه نمیده. دسته نمیده. حسین آقا اینجا کجاست؟ اینجا جایی که من صد دست منه. درسته. تو فیلم زیر درختان زیتون میام بالا، میام بالا که به حساب دنبال طاهره، میام بالا بالا نگاه میکنم اینم طاهره کدوم طرف رفته که به حساب برم دنبال طاهره. درسته. میام بالا طاهره رو پیدا میکنم که میبینم رفته تو باغ زیتون. من فکرم نمیکردم که اونجا دیگه آخر فیلمه. درسته فکر نمیکردم. فکر آره. ادامه داره. آره فکر میکردم آخره به حساب فیلم نیست، فیلم ادامه داره. حسین آقا شما میدونی این شمع چیه جریانش؟ این شمع رو روزه خدا رحمت کنه فوت آقای کیارستمی این مراسم رو ما تو رستم آباد میدان نماز درسته یه مراسم براش گرفت و البته سوم و هفتم و اینقدر که علاقه به آقای کیارستمی داشتن مردم رستم آباد مدعو آوردن. جدی؟ والا مدعو آوردن. اینا چه جالب اومدن اینجا شمع روشن کردن برای آقای کیارستمی. اینجا شمع روشن کردن سیمیزینی آراش کردن. نه بابا یعنی اصلا بگم و کاری که اینجا برای آقای کیارستمی کردن تهران فکر نمی‌کنم. یعنی این تک درخت انگار مثلا آقای کیارستمی اینو کاشته برای شمع روشن کردن. اینجا هم جاییه که این تپه یه به 20 سال 23 سال پیش اومدی بالا حسین. آره از اونجا به حساب یه خیمیه به حساب ما میگیم چپر که به حساب سامان اونجا بود که به حساب از اونجا میام و از اینجا مارپیچ داره مارلو که به حساب اومدم بالا. اینجا این تپه سخت‌تر بود یا تپه های زندگی؟ سخت بود سوالم. آره البته هر کاری سختی خودش. درسته. سکانس آخر زیر درختان زیتون احسن میام میبینم بله طایر زیره درختان به حساب زیتونه. درسته. دوباره میام می وقتی زمانی که طایره رو میبینم سطل بر میدارم میرم برو بدو میرم دنبال طایره. درسته. همونجا تو باغ زیتون جلوشو میگیرم هر چی صحبت میکنم میدم چی جواب منو نمیده دوباره از روی شما که از من جدا میشه که میره من برمیگردم بهش میگم تو فکر میکنی برای حسین زن قطعه؟ نه برای حسین زن قطعه نیست. حسین هر کجا این زیر این درخت ها گرفتن اونجا را. آره دوباره برای حسین زن قطعه نیست تو فکر میکنی دوباره از بر شما تایره تدلم اگه سنگ داره تدلم اگه سنگه چرا می جواب ندی دوباره از بر شما او خدا بیامرزان مگه زن ببردن دارن دوشانی که زن ببرده مگه خانه داشتن؟ نه آمانم با کار بکنیم دست به دست هم بدیم کار بکنیم خانه شا کنم دوباره از شما. دوربین کجا بود اونجا؟ دوربین کجا کاشتن؟ دوربین اینجا بود منتها اینجا ارتفاعش همین بود. درسته. اونی که از بالا گرفتن شما رفتی دنبال طاهره برگشتی دوربین همینجا بود که الان ما هستیم. آره اینجا بود این درخت ها تازه کاشته اون درخت های بزرگ جایی بود که به حساب من با طاهره داشتم صحبت میکردم. درسته. اونجا صحبت میکنم و هر کار میکنم از طاهره جواب بگیرم نمیشه که طاهره اونجا از من جدا میشه اون بند رو میبینی؟ درسته. به حساب ما میگیم سامان که به حساب مال ما و مال دیگری که به حساب مرز. اما احسن مرز. مرز اون مرز طاهره از اون مرز حرکت میکنه میاد دو طرف هم کاشت گندم بود خیلی هم سرسبز بود. درسته. اونجا میاد اینجا
اول باغ زیتون. از اینم بگی یه زنبور اینو باز کرده داره میخوره. اینو میدونین چیه؟ این یه چیه؟ شبیه هندونه است. این میدونی چیه؟ این تنه رو با اینا شور میذارن. آه شور میذارن؟ این تو علموت خیلی طرف داره. علزون؟ آره. تو علموت قزوین؟ آره. این اصلا کیلوی 10-12 هزار تومان میخرن. جدی؟ والا اینگر درست اینش هم فرقی با هندوانه نداره. اینگر هندونه. آره خیلی شبیه هندونه است. تو رو داره لام اصلا من اصلا قبول نمی کنم. میگم نه به بچه های من هم گفتم این نمیدونه همسایی شما زیر درختان زیتون رو بازی کردین؟ نه چرا اینجا نمیگی؟ همی میدونم نه تهران چرا نمیگیم به کسی؟ محیط ما یه جوریه که دو نفر اگر حساب متوجه میشه سه نفر هم یه آدم هایی نیستن که حساب درسته این کاره نیستن نیستن درسته در حالت مقصره فکر میکنن که آقای دوش ما دیگه خالیبندیه دیگه رو همین خالیبندیه به حساب میگم که آقای دیگه همچین هر کی میاد میگه میگم همچین چیزی نیست شما اشتباه گرفتید هست چهره به چهره هست که میخوره منتها ما نیستیم خودم خودش نیست آره یکی خود... دیگه هست شبیهیم خدا کنه که من باشم ولی چیگه شانس نداریم که هر کی میبینیم میگه منتها ولی ما نیستیم خب آقا شما بزرگواری من پیاده میشم میبینم قربان شما قربان شما این هم دقیقا همون قبرستونه ها این هم دقیقا قبرستون زیر درختان زیتونه دقیقا همینجا حسین رضایی سر یکی از این قبرها صحبت میکنه با مادر بزرگ طاهره و این قبرستون قبرستونی بود که پر از کسایی بود که توی زلزله فوت شده بودن حسین رضایی از سر یکی از همین قبرها بلند میشه میره دنبال مادر بزرگ بعد میره ته کادر میره ته کادر و وارد اون درختای دوقلو میشه زیر درختای دوقلو زادگاه هم رو با نام کیارستانی میشناسم واقعا رسنوات رو با نام کیارستانی میشناسم اون کیارستانی فیلم های سگانه شو اصلا اون دوتا هیچی خانه دوست کجاست وقتی ساخت دیگه معروف شده تا خود رسنوات تا کوکر مردم اونجا تقریبا با دوربین دوست هستن درسته شما احساس میکنم ایرانی خیلی کم یعنی ما تو این سالها
کیارستمی، من اصلا همیشه همه جا گفتم بودن کیارستمی حتی خدمت بزرگی به دولت حتی کرد، به کشورمون کرد. کیارستمی باعث شد که چقدر حتی ارز وارد ایران شد. این یه روزی حالا ما بچه بودیم، نه من 8 سالم بود، احمد فکر می‌کنم که 6 سالش بوده، داشتن توی محل ما یک امامزاده ای هست به نام امامزاده طاهر بالاست، نمیدونم تشریف بود دیدمش حالا دیدم. اون امامزاده رو می‌خواستن، بوغه امامزاده قدیمی خیلی چوبی بودن قدیما، این همه ما می‌دونیم، الان شده فلزی رو می‌دونم درست. به اون موقع می‌خواستن این بوغه چوبی رو که یه خورده که خیلی کم پوسیده شده و می‌خواستن اینو عوض بکنن، مثل اینکه داشتن به چیز می‌کردن بوغه رو می‌بردن پایین. ما 50 60 تا بچه مثل اینکه یک دور این جلسه ای مثلا نشسته بودیم یا ایستاده بودیم، حالا به هر شکلی که بوده، کیارستمی بین همه این بچه‌ها میاد که اونجا بازیگر خودش رو انتخاب بکنه. کیارستمی همه بچه‌ها رو یکی نگاه می‌کنه و مثل اینکه به من رسیده بود، این چیزی که کیارستمی بارها تو مصاحبه‌اش گفته، این کیارستمی نقل کرده که من دیدم بابک با یک نگرانی خاص به این نگاه میکنه، انگار که این شجره رو که دارم میارم پایین، انگار اگه این زنجیرش پاره بشه و این بیفته، انگار سرمایه بابک از بین میره. اونجا بود که من فکر کردم بابک یک آدم مسئول، این کیارستمی بازم گفته، من نمیگم، گفته من فکر کردم که بابک یک آدمیه که مسئولیت پذیره و وقتی این رو با نگرانی داره نگاه میکنه، حتما اگه دوستش بیاد خونش و دفترش رو جا بذاره، بابک حتما میتونه با یک نگرانی خاص اون مسئولیت رو بپذیره، این دفتر رو به دوستش برسونه. خودت حالا اینو بگو، آخرین باری که آقای کیارستمی دیدی کی بود؟ من کیارستمی همین که توی جمع، نوارسان جمع، توی بیمارستان جمع. قبل از اون که دیدیش، موقعی که حالا نرفته بود، حالش خوب بود؟ ببینید من توی این، یعنی اینجوری بگم، چند وقت یه بار میدیدیش؟ ببین من 72 که سربازی تموم شد، سال 72 به بعد، من و کیارستمی یعنی مرتب یا اون به من زنگ میزد یا من بهش زنگ میزدم برای دیدار، و دیدار هم اینجوری به وجود نیام. موقعی کیارستمی بود کار هم زیاد بود، این مثلا هر ماه حداقل ما یک بار هم دیگر میدیدیم. ما یه بار، حالا این به چه شکل بود؟ حتی شاید بعضی ماها سه بار. عوامل میمادن از خارج از کشور، بیشتر با کیارستمی میخواستم مصاحبه بکنم همین تو قیتریه و عواملاش رو میخواستن، من و احمد. این بود که کیارستمی تلفن رو برمی داشت، ما تلفن میکرد بیان کنه امشب مهمون داریم. کیارستمی اون موقع ما بچه بودیم به این شکل نبود که دیالوگ رو به ما بده و ما آماده بشیم برای صحنه. کیارستمی خودش همیشه سر صحنه یک بار اجرا میکرد، دوباره من اجرا میکردم. یک بار همون مسیر رو رفت، سگر رد کرد رفت و اینا، بعد دوباره من گفتم آقا من بهش گفتم آقا شما مردی، من بهش گفتم شما گنده هستی، یادم میاد دقیقاً چون همین کارا یادم، ولی من نمیتونم، من میترسم از سگ رفتم. گفت نه آروم از اون ور برو، که من رفتم اگه یادتون باشه سگ اونجا چیز کرد و شانس من رد شدم، سگ همونجا شروع به پارس کردن کرد و آره من همون شب اونجا اتفاقا شلوارمو خیس کردم. گفتم من دیگه اصلا این سنا که خبر مرگ ایشون رو شنیدی دقیقاً کجا بودی؟ چه اتفاقی افتاد و چه چیزی پیش خودت فکر کردی؟ دقیقاً میخوام از حال احوال اون روز بگی برامون. اصلا یه همچی انتظاری فکر کنم نداشتی قطعاً، مثل همه. نه اصلا کیارستمی، من همیشه گفتم نه، کیارستمی اصلا آدم نبود که به این زودی‌ها بمیره. کیارستمی به من اینسه بهتون بگم، این مثال خیلی خوب بهت بدن که زدم خیلی خوشون آمد. این مادر بزرگ من مریض بود، توی دو سال یه مرتبه جمع شد یک بچه کوچولو، توی دو سال مریضی تو تنش بود، ولی کیارستمی توی سه شب یا چهار شب یه مرتبه شد. من عکس برام تو گوشیم دارم بهتون نشون میدم، اگه ببینید کیارستمی مقایسه بکنید، کیارستمی اصلا شد یک آدمی که فقط انگار
صورتش اصلا اگه ببینید الان توی عکس دارن تعجب میکنید که کیارستانی اصلا یک آدم خیلی خوب و گنده و حالا نکنم خیلی توپل، ولی توپل که یه مرتبه کیارستانی شد یک آدمی که من وقتی رفتم دم اونجا خوابیده ملافه روش کشتم فکر کردم مثلا یه بالش اونجاست، یه بالش دراز. من همیشه خدا شده تلفنمو دارم چک میکنم یه وقتایی فکر میکنم که الان دوباره کیارستانی میخواد به من زنگ بزنه بگه که مثلا بابا که به احمدم زنگ بزن بیا خونه مهمون داری. کیارستانی اصلا دوست نداشت دیگه دوباره ما بازی کنیم بعد خانه دوست کجاست. چرا؟ چون که کیارستانی میگفتش که ممکنه یه کاری دیگه بکنید. تو درست هم گفته بود، من اون موقع مخالف باهاش بودم، ولی وقتی که بزرگتر شدم هم من هم احمد فهمیدیم که خیلی خوب گفت. کیارستانی همیشه معتقد بود شما برید یه کار دیگه بکنید، ممکنه که این خانه دوست کجاست نتونید، بهتر از این بازی بکنید. اون تصویر رو ممکنه از بین ببره، اصلا این خراب میشه و این عجب اصلا فراموش میشید. و ما خیلی مخمل باف و مقومت دنبال ما خیلی اومدن، ما دیگه بازی نکردیم. من یادم خودتون بازی نکردیم اصلا بازی نکردیم نه اصلا ما بچه بودیم. ببین کیارستمی دیگه اون موقع مثل یک پدر بود برای ما، کسی میاد سراغ ما کار داشت ما هم میگفتیم اول با کیارستمی به ما بگه این کار رو بکن این کار رو بکن. اگه امروز من اینجا ایستادم جناب علی و کسای دیگه من اونش هم گفتم میان دوباره سراغ ما به خاطر همون فکر کیارستمی. خب چطور بود بابک جان؟ بعد چند سال دویدی این مسیر رو؟ میخوای نفس بگی بعد؟ آره ببین فکر نمی‌کردم که دوباره من بتونم بدوم این راه رو. فکر نمی‌کردی؟ آره نه. خب ولی وقتی که آدم من فکر می‌کنم وقتی آدم بچه است زمین که مسئولیتش سنگین‌تره ولی تواناییش بیشتر. و من الان فکر می‌کنم که الان مسئولیت من کمتره و توانایی من بازم کمتره. من خیلی خسته شدم، واقعا فکر نمی‌کردم که اینقدر خسته بشم. معمولا فکر می‌کنم که من یعنی تصمیم گرفتم اگه بدن. خب چی شد که دوباره خواستی بدو این مسیر رو؟ ببین من فکر کردم مثلا اگه بهتم بگم شاید این کارو نکنی، ولی خودت تصمیم گرفتی این کارو بکنی. نه ببین خیلی خواستن اگه بدن تو این مدت. خب که حتی بهم گفتن جلوی دوربین ما 20 و این راه رو بدو و ما تصویر بگیریم. من نمیخوام جلوی دوربین کسی بیستم و این راه رو بدوم. شبی که خودم دوست داشتم، یعنی میل خودم بود، من باید به خاطر دل خودم به خاطر احترام کیارستمی این راه رو بدم. خب ببین نمستادید من احمد احمدپور هستم که تو فیلم خانه‌گذار نقش ممرزا نمزده رو داشتم. اینجا که الان مشاهده میکنید دوستای معروف خودمون کوکره که خاطرات زیادی با آقای کیارستمی داریم. در حال حاضرم که شغلم من بهیار ارتش هستم، یعنی در واقع نظامی هستم. حالا به واسطه این شغل اون خود سالها هم که منطقه بودیم و جنوب بودم، من یه مقدار متاسفانه از آقای کیارستمی و این اتفاقات دور بودم، ولی از طرفی هم به خاطر اینکه این قصور از طرف دوستان من انجام شد من واقعا متاسفم. خودم ناراحتم هم بابت فوت آقای کیارستمی هم اینکه به نوعی تو این کار هستم. آقای کیارستمی هم خیلی مرد خوب، خیلی مرد شریف، خیلی انسان درست، همونطور که شما دیدید خیلی از مردم این روستا، من نه بابک هیچ کدوم توی محل نیستیم، ما تهران تشریف زندگی میکنیم،
ولی مردم وقتی میان به نام آقای کیارستمی که میگن ما اومدیم همچین صحنه ای رو بگیریم همه فلان، از بچه خردسال گرفته تا پیر مرد و پیر زن همه با شما همکاری میکنن، نه شما، حتی کشتایی که از کشور اروپایی میان. بس این معلومی که آقای کیارستمی اون اثر مثبت خودش رو مردم اینجا منطقه گذاشته. چون معلومی که آقای کیارستمی یه انسان خوبی بوده که همین که شما اسمشو میاری، حالا من بابک که دوستان خیلی هستیم، بچه محل هستیم و فلانیم، حالا به احترام من بابک جای خود، ولی به احترام آقای کیارستمی میبینی خیلی ها به شما احترام میذارن. بس این به خاطر مرد خوب بودنش بود، به خاطر نیک بودن اونه. واقعا انسان شریفی بود، خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزه. ولی من که هنوزم باورم نمیشه، هنوزم باورم نمیشه که آقای کیارستمی رو از دست دادیم. حالا یک جواب یک کلمه ای همه تون به عنوان آخرین سوال، خانه دوست کجاست؟ مرزا پروانه؟ خانه دوست اصلا هنوز مشخص نشده. هنوز مشخص نشده. بابک احمدپور؟ من مدت هاست دوباره دارم همون راه رو میدوم، ولی هیچ وقت پیدا نکردم. خانه دوست نرستم بهش. اگه پیدا کردی آدرس به ما احمد احمدپور منتظر ایشونی میگه پیدا کنه. تشکر میکنیم که تشریف آوردین. خیلی ممنون از بهمن و خانواده که این اجازه رو دادن ما حداقل تأثیر خودمون رو اینگونه به ابراز بکنیم. امیدواریم تا روزی که درهای بنیاد عباس کیارستمی باز شود و ارتباط نسل‌ها زیر سایه سینما و معنا زیر سقف آن بازگردد، دریچه‌ای هم فراهم شود به سوی حفظ حقوق شهروندی و حقوق بیماران.